فلان ننش دیگه اسم آهنگ معلومه چیه، من نمیدونم ما چجوری میخواییم اینو آهنگو ریاکشن بکنیم. همه آهنگاشو میگفتیم بالاخره یه جوری هندل میکنیم، حالا یه دوتا فوشی اون وسط. این اصلا از اسمش دیگه خیلی اسمش چیزه. بچه ها اگه ویدیو من دوست دارین سابسکرایب بکنین و این لایکه، این لایکه رو به خدا داداش ما داریم اینجا زحمت میکشیم، لایک بزنید ببینیم. بریم ما هم آهنگ چیز ننشو با هم دیگه بشنویم. من داشتم کاور فوتوشو نگاه میکردم، کلا تو همه آهنگای تتلو تو کاوراش این تک چشمه به یه شکلی هست. این تک چشمه هم که میدونیم مال داستاناشو که از مدگل دیگه به اندازه کافی شنیدین دیگه، و به طرز عجیبی همه آهنگای تک چشم دارن. حتی شما مثلا این نگاه میکنی ظاهرا یه مغز دیگه، ولی احساس میکنی یه تک چشم داری اون وسط میبینی، اونم که تاجشه. و این چیزایی که اون پایینه یه جورایی مثل یه پایی که از زانو خم شده است، اینجوری به نظر نمیرسه. طراحی‌های عجیب غریب دمیر چیه دیگه، من نمیدونم اینا رو از کجاش دمیر چی اینا رو از کجا در میاری. واقعا اون تیغا، اون تیغا رو من نمیفهمم، اون دوتا تیغ چی؟ تیغ قدیما بودش پیرزن پیر مردم با اون رو ریششون رو میزدن، نمیدونم موهای دست و پاشون رو با اون رو میزدن، از اون تیغا داره. و خلاصه خیلی پیچیده است دیگه مغز اسم آهنگ فلانه. بریم بشنویم. لایک کردین دیگه. یک دو دو هشت صدای دریا. آها آها اینم بگم، اون پایینم یه خانومیه، اون مشکیه، انگار یه خانومی که تمام سر تا پاش چادر مشکی انداخته از روبروشه، چون برجستگی های بدن از روبروه، ولی سر تا پاش یه پارچه مشکیه. اینم یادم رفت بود بگم. ترکی اومد یه دوتا کام گرفتم ما رفت، ولی کسه ننش میدونم نبودنش میشه برام سخت، ولی کسه ننش من... داره از این آدم هایی میگه که اومدن مثلا یه چیزی کندن و رفتن. من همیشه فکر میکنم که مثلا توی چیز تو هیچ داستانی نباید به مامان کسی دیگه فوش داد، به خصوص مثلا یادتونه توی بیفی که هیپاپولوژیست و پوری با هم داشتن دیگه رسید به فوشکشی به خوار مادر و اینا. ولی پرانتز این وسط وا کنم، خودش به مادر هم دیگه فوش دادیم، ولی بعضی از مادرها انقدر این بچه هاشون عوضی و حرومزاده و بیشرف بارا بردن، واقعا هر جوری فکر میکنی اشکال از اون مادره بوده. یعنی مادر اگه این بچه رو درست تربیتش میکنه، مثلا جامعه اینقدر پر آدم های عوضی و نمیدونم دزد و کلاهبردار و اینا نمیشد. اینجاست دیگه واقعا بگفت ننش، ولی باز پشت به ننه ندین. خلاصه یه ذره بریم عقب. کس ننش من اصلا چرا تنم خورد به تنش، من اصلا نمیفهمم که چی شده شنگا اون روزا رو خوابم برده همش. هر کی اومد شما مثل من احساس میکنید این قسمت رو داره در مورد سرقریشی میخونه، یا فقط من اینجوری احساس کردم؟ احساس میکنم که اصلا ماجرایی که داره تعریف میکنه و میگه که ننش، انگار که سرقریشی داره میگه، میگه اومد مثلا یه کامی از ما گرفت و یه چیزی و من اصلا نمیدونم چرا تنم به تنش خورد و اون روزا من چم بود و نمیدونم. من احساس میکنم سرقریشی یا همه اینجوری احساس میکنن. اون روزا رو خوابم برده همش. رابطه تاکسیک بوده قشنگ، تاکسیک جی اف وی اف که میگن این آهنگه. کی اومد یه دوتا دود گرفتم ما رفت، ولی اینه چیز هاست. این نوه خونه ها دقیقا همین سبک، مثلا شما فکر کن انگار که یه نوه هست، مثلا سبک نوه خونیه. میدونم نبودنش میشه برام سخت، ولی کس
آتش. من اصلا چرا تنم خورد به تنش، من اصلا نمیفهمم که چی شده شنگا اون روزا رو خوابم برده همش. خیلی قشنگ بود، با اینکه همش با مامانه اون کار داشت، ولی دقیقا داره چیزه. یه وقتی توی یه رابطه میفتی که خودت نمیفهمی چقدر رابطه تاکسیکه، بعد بعدن که برمیگردی بهش مثلا میگی چه مرگم شده بود، من چرا این کارا رو میکردم. ولش کن ننش. دقیقا چیزه، از یک رابطه ای که شکست عشقی خورده یا شکست روحی خورده، ایموشنال دمیج، ولی چیزه ننش، یعنی در نهایت اینو که میگی یه سر جیگرت آروم میشه. بزار و خوابم برده همش، سیز خود غم غصه پلش، ترخری اینو خارکسته زدش، به کیرم شد مادر جنده دیگه، به زابر کسته ننش، به زابر آقا یه چیزی، این فوش یه ذره بلا تکلیف نیست چیز ننش؟ خب چیز ننش چی؟ این جمله خبریه، اگه فوشه چرا فعل نداره؟ فلان ننش مثلا خوب، بد، آباد شد، نشد، چی؟ این فوش واقعا بلا تکلیفه. من میخوام بدم باقیش چیه؟ این باقیش هیچ وقت گفته نمیشه، فقط همین قسمت اولش گفته میشه، این باید کامل بشه. به کیرم شد مادر جنده دیگه، به زابر کسته ننش، به زابر خوب به درک که بی خودی اون فقط خورده نمک، واسه این که عکسش فک نباشد تو صفحه گوشیم خورده ترک. به خدا این همش داره در مورد سهرقرهشی میگه، به خصوص که همین چند روز پیشم داستان داشتن دیگه. سر اون داستان یه عده اومدن میگفتن که آی تتلو نمیدونم اومده اینو بادی شیمینگ کرده، بدن زن برای خودش. خلاصه این فمینیستا، فمینیستای واقعی نه، فمینیستایی که الکی فمینیست شدن که اصلا هیچی هم از فمینیسم نمیدونن، سریع هر داستانی که پیش بیاد بعد یه موضعی بگیرن و یه چیزی بخورن، شروع کردن که واو فلان کرده و نمیدونم از این حرفا. این که میگن حالا هر کسی اختیار بدن خودشو داره و اینا، خب راست میگن، هر کسی اختیار بدن خودشو داره، ولی اصلا بادی شیمینگ و اینا رو بیشتر در مورد میگن که اصلا یکی بدن طبیعیشه، مثلا چاقه، مثلا پوستش فلان اینجوری. ولی بابا چرا من پوستتون و بدنتون رو نمینا رو انگولک میکنین؟ به قول تتلو این ور رو سیم چیز شیلنگ انداختی، از این ور کشیدی این ور رو بخیه زدی اون ور رو یه ذره خدایش حق با تتلو بود تو اون جریان، قبول کنین. حالا فکر میکنم که پیرو به همون داستانهایی که پیش اومده همه اینا رو داره به چیز میگه، سرغورش میگه. بعد اینجا یه جالبی گفتش که برای اینکه عکسش تو بک‌گراند گوشیم نباشه، صفحه گوشیم خورد ترک، یعنی مثلا شدت عصبانیت گوشی رو زدم زمین ترکوندم که فقط عکسش نباشه. ببین داداش من، یه چیزی هست به اسم چنج وال پیپر، میزنی اونو کلا دو تا دگمه است، وال پیپرت عوض میشه دیگه، هزینه گوشی هم نمیخوای بدیم، خاطر اینکه ما انقدر گنگمون بالا زدیم سفر رو شیکوندیم که عکسش رو نبینیم. برده نمک واسه این که عکسش فک نباشد تو صفحه گوشیم خورده ترک. ما شده کامل بازم، نه کارش دارم، نه دیگه مهمه حالش واسم، نه دیگه آمارش رو دارم، وقتی هست ندارم آسایش رو تارم. چقدر فلو عوض میکنه، خیلی به نظرم مهمترین نکته آهنگ تا الان این بود، خیلی فلو عوض کرد و واقعا همشون جالب و قشنگ بود. میگه که دیگه اصلا نه کاریش دارم، نه آمارش برام مهمه، هیچ، همه چیش به درک، یعنی دیگه مرحله آخر عشق دیگه همینه، الهی بزنه خدا تو کمرش و اصلا دیگه کاریش ندارم و دیگه چکش نمیکنم و به مرحله آخر عشق رسیده. نه دیگه آمارشو دارم، وقتی هست ندارم آسایشو تارم. بهش گفتم برو منو تیرم میکرد، بس بیادبه بیره میشم. ببین اینا رو هم خیلی تو اون ویدیو میگفتش که این خیلی بیادبی کرد و همش بیادب بود و سر همین بیادبی ها ما یه دونه تیپا زدیم انداختیمش بیرون. خلاصه که به نظر من همش در مورد سرغورشی داره صحبت میکنه و چقدر کلمه ها رو، بعضی از کلمه هایی که همش مربوط به احساسات خشمه خیلی خوب بیان میکنه، تو از اون کلمه اون خشم رو میگیری، یعنی حتی اگه فارسی بلد نباشی یه خارجی این آهنگ رو گوش کنه کاملا متوجه میشه که تم این آهنگ چیه، یه خشمیه، دیسلاوه. گفتم برو
منو تیرم میکرد بس بیادبه بیرحمیشم وقتی نیست واسه چی واسه کی درگیشم مثلا گرفتم همه رو به کیرم دیشب میدونم باید دور بایستم ازش اگه قراره بیرقیب شم میدونی اون سرعت رو میگیره انگاه باش رو میوز نابیشتر میشم من سنگین تر بیشست میشم آخ دوباره ای میره چش سیایی من میکشم چت بیداری تا خود صبح چشم خط میگن حالا چطوره میگم مرسی عالی هرکی این سور میگه که کلن چه زمانی که بود تو زندگیم برام بدی داشت اعصاب و روانم به هم میریخت چه حتی اگر نباشه بهش فکرم بکنم فکرم درگیرش باشه باز آزارم میده واقعا که تاکسیک ریلیشنشیپ به این میگن تا خود صبح چشم خط میگن حالا چطوره میگم مرسی عالی هر کی این صورت رو ببینه میگه خواهیم خیلی داری ولی چی مهم میگه که هر کی این صورت رو ببینه داشت قبلش مثلا میگفتش که چی چشام خط تو تا صبح فلان و اینا هم واسه اون هم واسه تمام تتوهایی که روی صورتشه هر کی این صورت رو ببینه میگه تو خیلی چیز داری فلان داری هر کی این صورت رو ببینه میگه خواهیم خیلی داری ولی چی مهم نی دیگه فقط میپیچم تا صبح صرف سیگاری هر کی اومد یه دوتا کام گرفتم ما رفت ولی کسه ننش میدونم نبودنش میشه برام سخت ولی کسه ننش من اصلا چرا تنم خورد به تنش من اصلا نمیفهمم که چی شده شنگا اون روزا رو خوابم برده همش ما اینجا اینقدر کیری هم که پایین کرکره همه اینقدر میچرخن دور که گاید فرفره چه باحال همه اینقدر میچرخن دور که چیز سایده فرفره چه تشبیه باحالی کرد خیلی تشبیه جالب کره همه اینقدر میچرخن دور که گاید فرفره میگه میچرخن دور فکر کنم منظورش اینه که اینقدر میرن چرخاشونو میزنن اینقدر میچرخن از این دست به اون دست از این چیز به اون چیز میشن یا اینکه میچرخن دور مثلا اینقدر بازیهای مختلف میکنن من از هم میتونه این همچین ایها میداشته باشه یعنی هی رنگ عوض میکنن هی بازی میکنن فره. هر کی فازش پایینه بزا فقط کسه ننش بده بره بگو فقط سایلن بمونن خسته همه گله مله هر کی اومد سرمونو خم کنه ما موندیم سیخ بازم این میخ تو این سوراخ هر کی اومد سرمونو خم بکنه ما موندیم سیخ بازم هر کی هر بلایی هم خواست یک سر ما بیاره ولی ما محکم و استوار وایسادیم هر کی اومد سرمونو خم کنه ما موندیم سیخ بازم این میخ تو این سوراخ نمیره ولی شما سوراخه ای من میخ بازم چی این میخ تو این سوراخ نمیره ولی شما سوراخه این من میخ بازم فکر کنم میگه که شما سوراخین این میخ تو این سوراخین ولی من بالاخره کارمو خودم بلدم کارمو میکنم از پست برمیام چه بازی با این کلمات که قبلش سیخ و میخ و سوراخ و سیخ بازم این میخ تو این سوراخ نمیره ولی شما سوراخه ای من میخ بازم آرامش و گرمونم فکر میکنین میخواستم ما رو به زور هل دادم که امروز باید لبه تیغ واسم این یه تیکر که میشنوین یه تصویر ذهنی در شما ایجاد نمیشه گرم و نرم و میخ و سیخ و سوراخ و فکر کنم واسه همه یه همچین تصویر ذهنی ایجاد میشه یعنی که فقط من منحرفم میخواستم ما رو به زور هل دادم که امروز باید لبه تیغ واسم هر کاری ما کردیم فقط بدتر و بدتر شد هرچی دادیم پوشیدن ای سردتر و سردتر شد ولی باز رو پاش میگه که هرچی داشتیم دادیم پوشیدن ولی باز سردتر و سردتر شد منظورش اینه که هر چقدر واسه طرف مایه گذاشتیم به جنگ که گرم بشه محبتش عشق علاقش بیشتر شد هی بدتر شد هی سردتر شد دادیم پوشیدن ای سردتر و سردتر شد ولی باز رو پایستادیم هر جوری که بود کاملش کردیم این دفتر و همش و hey. هرچی فرار کردیم غم دنبالمون اومد چه جمله ای هرچی فرار کردیم غم دنبالمون اومد
از این جمله است که میشه حالا حالاها باش استوری درست کرد و از این خیلی خوب بود. هرچی فرار کردیم غم دنبالمون اومد. بخوام مثلا یه شکل دیگه بگم، میشه ما ایرانیایی که از غم تو کشورمون فرار کردیم ولی باز غم دنبالمون اومد. میگن من از ایران رفتم ولی ایران از من نرفت. حالا به حال خودم بخوام ترجمهش بکنم، من یه همچین حسی ازش میگم، یا هر کس دیگه اگر بخواد اینو واسه خودش ترجمه بکنه مطمئنم میتونه باش ارتباط برقرار بکنه. یعنی هر ایرانی قشنگ میتونه با این جمله ارتباط برقرار. خیلی جمله قشنگی بود. فکر کنم تا اینجای آهنگ واقعا جمله طلاییه این بود. و دقت کردین این دفعه چیز نداشت، از این نریشن نداشت. تتلو همیشه تو آهنگاش نریشن داره برای اینکه داستان آهنگو جا بندازه تو ذهن مخاطب، ولی این دفعه نریشن نداشت. هر چی فرار کردیم غم دنبالمون اومد، انقدر درد کشیدیم که هیچ موقع خوب نمیشه، خب حالمون اونقدر، هر کی اومد آبشو کشید فقط تو فالمون رو من کی اومد یه دوتا کام گرفتم ما رفت بلی کسه ننش میدونم نبودنش میشه برام زخ بلی کسه ننش من اصلا چرا تنم خود به تنش من اصلا نمیفهمم که چی شده شنگام روزا رو خوابم برده همش جالب تموم شد. یه جورایی هم رپ کردش دیگه. خودش تتلو وقتی هم که رپ میکنه خوب رپ میکنه. یعنی این رپرها شانس آوردن که تتلو آرمبی خون شده، رپر نشده، وگرنه واقعا خیلی رقیب سفت و سختی داشتن. چقدر خوب احساساتش رو بیان کرد تو این آهنگ. یعنی فکر کنم این آهنگ دقیقا مناسب کسایی که کات کردنه، چون اصولا بعد از کات همش چیز ننشه، هیچ کس بعد از کات دیگه عزیزم آرزوی خوشبختی و موفقیت و اینو ما ایرانی ها از این داستان نداریم. فکر میکنم چیز کلن خیلی دیگه داره به یه جای باریکی میرسه، هرچی آلبوم جلو میره از نمیدونم به فلانم و خارکنبه و نمیدونم اینا شروع شد دیگه، رسید به چیز ننش و خدا به داد آهنگ بعدی برسه. لایک و ساب و نمیدونم فلان بیزار یادتون نره بچه ها. مرسی که با من آهنگار میشنوید، ازتون ممنونم، از اینا بهتون خدافظ.